سرکشی قیمت ارز در ایران. بانک مرکزی می‌خواهد با تزریق روزی 50 میلیون دلار افسار بازار را بکشد. در این 60 دقیقه از میهمانان برنامه می‌پرسیم بانک مرکزی ایران تا کجا می‌تواند به این سیاست ادامه دهد؟ چطور نابسامانی در بازار ارز به این سطح رسید؟ همچنین در برنامه امشب ما محدودیت تعداد پرسنل داریم، یعنی ما دیشب توی آی سی یو کرونا با 12 تخت مریض بدحال و این توبه فقط دو نفر. فشار روزافزون بر کادر درمانی کرونا در ایران، ارتش بیمارستانهایش را در اختیار مبتلایان می‌گذارد. پنجمین حضور امام علی رحمان در انتخابات ریاست جمهوری با حضور 5 نامزد، تنها حزب مخالف دولت تاجیکستان انتخابات را تحریم کرد. گزارشی که نشگی را از سر معتادان می‌پراند، یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که تریاک می‌تواند 3 نوع سرطان ایجاد کند. و پیروزی مقتدرانه نادال بر جوکوویچ، پادشاه خاک رس با بردن 20مین گرند اسلم به فدرر رسید. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در ادامه روند سقوط واحد پول ایران، نرخ ارز رکوردی تازه زد، 1 دلار بیشتر از 31500 تومان. بر اساس تجربه، اولین پیامد کاهش ارزش ریال جهش قیمت هاست تقریبا در همه سطوح، آن هم در روزگاری که کرونا پنجه در گلوی اقتصاد و سلامت جامعه ایران انداخته. مثل همیشه دولت میگوید که نباید این اتفاق میافتاد. بانک مرکزی هم میگوید که کنترل میکنیم. ولی میشود کاری کرد در حالی که ایران به دلیل تحریم ها از 10 میلیارد دلار درآمد ارزی محروم شده و به گواه بسیاری از اهالی اقتصاد و سرمایه اعتماد چندانی به مدیریت کلان کشور نیست؟ وزارت دارایی آمریکا 3 روز پیش 18 بانک ایرانی را در فهرست سیاه قرار داد. چطور است که نگاه بازار در ایران بیشتر به دهان مقام‌های آمریکایی است تا مدیران اقتصادی دولت؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از بهرنگ تاج‌دین. اسکناس‌هایی که قدرت خریدشان روز به روز کم می‌شود. روند کاهش ارزش پول ملی ایران در مقایسه با ارزهای خارجی با همه وعده و وعیدهای مقام‌های دولتی همچنان ادامه دارد. امروز قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تا بالای 31500 تومان هم رفت، ولی در نهایت حدود 31200 تومان بسته شد. تصمیم آمریکا برای تحریم 18 بانک و مؤسسه اعتباری دیگر ایران احتمالاً یکی از دلایل اصلی این افزایش نرخ ارز است. این ضربه میزنه به صادرات غیر نفتی ایران و بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به ایران. تا به حال بیشتر تحریم ها متوجه صادرات نفتی بود. خب از این به بعد اگر اونایی که ارز میارن برای ایران، به خصوص مثلا پتروشیمی ها، در انتقال ارز به ایران دچار مشکل بشن از طریق این بانک ها، خب این طبعا تاثیر میذاره بر بازار ارز ایران. به جز نرخ ارز، قیمت اقلام مصرفی و نیز کالاهای سرمایه‌ای نظیر مسکن هم در چند ماه گذشته رشد سرسام‌آوری داشته. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با انتشار گزارشی گفته رشد بالای نقدینگی و نیز تأثیرات شیوع جهانی ویروس کرونا هم در این گرانی‌ها مؤثر بوده. برای مهار این مشکلات، مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت و بانک مرکزی توصیه کرده که در کوتاه مدت با افزایش نرخ سود بین بانکی و محدود کردن سرعت رشد ترازنامه بانک‌ها، رشد نقدینگی را کنترل کنند و با تلاش برای آزادسازی ذخایر ارزی کشور و افزایش فشار به صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، میزان عرضه ارز را بالا ببرند. این مرکز پیشنهاد کرده که در میان مدت دولت از برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌هایش خودداری کند و سیاست تثبیت نرخ ارز دولتی، یعنی همان دلار 4200 تومانی را کنار بگذارد. این گزارش می‌گوید برای حل مشکل تورم و رشد نرخ ارز، دولت در دراز مدت باید با اصلاح ساختار بودجه کسری بودجه‌اش را کم کند، چارچوب مشخصی برای سیاست‌های پولی بانک مرکزی تعریف شود و با کمک مجلس چاره‌ای برای بانک‌های ناسالم بیاندیشند.
فعلا بانک مرکزی اعلام کرده که از فردا روزی 50 میلیون دلار اسکناس در اختیار بانک ها و صرافی ها میگذارد. حتی اگر چنین کاری روند سودی قیمت دلار را متوقف کند، باز هم مسکنی موقت است. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. حجت قندی، استاد اقتصاد دانشگاه واندربیلت از نشویل ایالت تنسی آمریکا با ما هستند و همینطور هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه برایندایس از بوستون. اول سوال رو از آقای قندی میپرسم. آقای قندی، سقوط ارزش ریال در تمام این سالها رخ داده، ما با شما هم بارها در این زمینه صحبت کردیم، ولی چطور اینطور افسار گسیخته؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. اگر به قیمت ارز نگاه بکنیم، به بازار ارز نگاه بکنیم، یه قسمت عرضه داره، یه قسمت تقاضا داره. اتفاقی در قسمت عرضه افتاده خیلی واضحه، یه تحریمی رخ داده، ولی همزمان قضیه ویروس باعث شده که تقاضا برای نفت هم کم بشه، و وقتی تقاضا برای نفت کم میشه، مخصوصا تقاضا برای نفت ایران کم میشه. اگه میشد قاچاقش بکنی، مثلا پارسال دیگه قاچاق کردنش برای طرفی که داره خرید میکنه، چون اینقدر نفت دنیا زیاده اصلا صرف نمیکنه، در مجموع اینا باعث شده که درآمد ارزی کشور خیلی کم بشه. اضافه کنید به اینکه وقتی کووید هست، مثلا توریسم هم نیست، چیزای دیگه هم کار نمیکنه درست. بنابراین شما یه شوک خیلی بزرگی به قسمت عرضه ارز داشتید، ارز کم شده. و طرف تقاضا رو اگه نگاه بکنید، اینکه درآمد ارزی دولت مثلا باعث این میشده که درآمد دولت اصلا درآمدش عمدش ارزی بوده و این درآمد ارزی خشک شده، دولت مجبور متوسل بشه به کارهای دیگه برای اینکه درآمدی برای خودش ایجاد بکنه، برای اینکه بتونه مثلا حقوق بپردازه و دولت رو بتونه سر پا نگه داره. یکی از این کارهایی که میکنن در کنار همه کارهای دیگه که آزمایش کردن اینه که بانک مرکزی بالاخره پول بیشتر چاپ کنه، نقدینگی رو افزایش بده، هر چی میخواد اسمش بذارید. افزایش نقدینگی معنیش اینه که تو این بازار ارز یه طرف دلار کم شده، یه طرف ریال زیاد شده، تقاضای برای ارز رو زیادتر میکنه. بنابراین هر دو این عامل ها دست به دست هم میدن و همزمان با اینا تصور بکنید که در شرایط کنونی ایران مثل ریال، مثل هر واحد پول دیگه، چند تا عملکرد داره. یه عملکردش اینه که وسیله مبادله است، اون عملکردش رو داره انجام میده، ولی یه عملکردش اینه که این مکانیزمی ایجاد میکنه برای حفظ ارزش دارایی. شما اگر همه این عواملی که شما فرمودید در تمام این مدت مطرح بوده، هر از گاهی بحث شده، الان به دلیل اصلی رو در چی میدونید، خصوصا در یکی دو ماه اخیر؟ شتاب همه این چیزا بیشتر شده، تحریم شدیدتر شده، صدور نفت خیلی مشکل تر شده، درآمد دولت کاملا خشک شده و متوسل شده به بانک مرکزی برای اینکه بسیاری از حقوقا رو بتونه بپردازه، کارهای دیگر رو بکنه و نقدینگی از اون طرف افزایش پیدا کرده. و همزمان وقتی که شما تو شرایطی هستید که دیگه ریال وسیله خوبی برای حفظ ارزش نیست، مردم شروع میکنن به هجوم آوردن به دارایی هایی که ارزش پول رو بتونن حفظ کنن، یکیش هم دلاره. و این باعث میشه که ارزش سقوط بیشتری بکنه. آقای کانزده، شما هم موافقید؟ آیا میشه گفت که معنیش اینه که ریال ارزش خودش رو نداره، داره روز به روز تبدیل میشه به یک اصلا به یک کاغذ؟ به هر حال اون قدرت برابری که قبلا داشته، همونطور که آقای دکتر قندی فرمودند، از دست داده. و اگه بخوایم از یه زاویه دیگه به موضوعی که آقای قندی توضیح دادن بخوایم وارد بشیم، واقعیتش اینه که ما تو 15 سال گذشته تقریبا رشد اقتصادی ایران صفر بوده متوسطش. یعنی این اقتصاد ایران در همین 445 میلیارد دلاری که الان هست، در سال 2082-83 بوده، همین مقدار مونده. و به عبارتی کرونا کاری کرده که ما از سال 85 هم بریم به سال 823، در حالی که جمعیت کشور افزایش پیدا کرده. در کنار اونم نظام بانکی ما به جای اینکه خودش بخش از راه حل باشه، بخش از مشکل بوده. یعنی در دهه 90 مشخصا یک اقتصاد سیاسی سخت بازی و نزولخوری در کشور رواج پیدا کرده که اونا هم به این گسترش نقدینگی و ناکارآمدی دامن زده. و بنبست سیاست‌گذاری هم هست. یعنی وقتی که مثلا در آبان یا مهر سال 1396 کارشناسای بانک مرکزی به آقای سیف تذکر میدن که این پول پاشی و ارز پاشی نمیتونه ادامه پیدا بکنه، هنوز هیچ اتفاقی هم یک سال هم هست، اتفاق برای خروج از برجام آقای ترامپ هم نیفتاده،
آقای سیف نمیپذیره یا آقای سیف وقتی منتقل میکنه یک سال طول میکشه و ما میبینیم 348 میلیارد دلار از بازار ارز ایران جمع میشه بعد از 90. در این در فاصله 96 تا تقریبا اواخر تا اردیبهشت خرداد 97 یه مقدار اینی بنبست سیاست‌گذاری هم هست. اینا رو اگه بذاریم کنار هم دیگه، حالا یک اتفاقی افتاده، ما یک تحریمی داریم که اگر تحریم‌های قبلی مثلا 20% جی دی پی ایران هزینه داشته، این 30% هزینه داره، کرونا بهش اضافه شده، اقتصادی که مثلا 30-32 میلیارد دلار عرضه و تقاضای دلارش تنظیم کرده بودن، حالا به خاطر ایهو کرونا و تحریم‌هایی که مدام اضافه میشه، اینا اثری علی‌القاعده رو بازار ارز نداره ولی اثر روانی ایجاد میکنه. همه اینا منجر به این میشه که شما شاید این باشید قیمت دلار میره بالا، علارغمی که فاصله ارز نیمایی هم مثلا 5-6000 تومان هست، ولی این مبادله مثلا قیمت 31 تومانی ارز کاغذی مبنا قرار میگیره و ما شاهد ادامه وضع موجود هم خواهیم بود، اما نه به معنی که بخوایم بگیم شوکی داشته باشه، ولی این روندی که تا مادامی چون دلار نداشتی بازار بدی و جای دیگه هم خوب کار نکنن اتفاق افتادش. اون که آلزاده وقتی میگید بنبست در سیاست گذاری، معناش این هست که مسئله سیاسیه بیشتر از اینکه اقتصادی باشه؟ نه، مسئله دستگاه سازکاریه که این ماشین دولت که هر کی میخواد راستش باشه، این ماشین همه فکر میکنن چون بنزین نداره یا راننده قابلی پشتش نیست، ولی این علاوه بر این دوتا هست، یعنی هم پول دلار نفتی خلاصه نداریم هم راننده قابل نداریم، ولی این موتورش هم نیم سوز شده، یعنی ماشین سیاست گذاری، یعنی از کارشناس بانک مرکزی که جزو بهترین کارشناس اقتصادی ما هستند تا مدیران میانی تا رئیس بانک مرکزی تا رئیس جمهور و مجلس و بعد شورای عالی اقتصاد، یک راه طولانی مثلا چند هزار سال است که اون ایده‌ای که پخته میشه و دیده میشه اصلا انعکاس به بالا پیدا نمیکنه و مثلا تو جنگ و دعوا گم میشه. نمونش FATF، نمونش بنزین. درست آقای قندی، شما میگه درآمد ارزی خوش شده، آقای کالزاده میگن که بنبست در سیاست گذاری هست، با این حساب اصلا میشه کاری کرد؟ اینی که مثلا میگن رئیس بانک مرکزی رو عوض کنید یا اینی که بانک مرکزی میخواد روزانه 30-40 میلیون دلار ارز تزریق بکنه، اینها حتی در کوتاه مدت نتیجه بخش هست؟ اون قسمتی که میخوان ارز تزریق بکنن یا ارز باید باشه که تزریق کنن، حرف از 50 میلیون دلار در روز زدن برای بازار ایران، 50 میلیون دلار در روز بگن، بعد بگن چقدر وقت میخوان ادامه بدن، ولی فکر نمیکنم برای یه سال بتونن دوام بیارن مثلا اینو ادامه بدن، به خاطر که درآمد ارزی کشور الان اصلا اجازه این نمیده که 50 میلیون دلار ارز کاغذی تو بازار بریزی علاوه بر اینکه ارزایی رو بعد بدی برای جای دیگه. اینو فکر نمیکنم چیز باشه. اون راه حلایی هم که از مجلس شنیدم، از مرکز پژوهشی مجلس، بعضی از این راه حلا راه حلای دست دوم که برای کشور مثل آمریکا ممکن مفید باشه، برای کشور مثل ایران شما همزمان که داری نقدینگی تو ایران افزایش میدن، میخوان مثلا نرخ سپرده رو ببرن بالا، این اصلا کار نمیکنه اینطوری، اقتصاد کلان اینطوری کار نمیکنه، اونا راه حل نیست. مشکل اقتصاد ایران، مشکل اولش، درجه اولش تحریمه. مشکلای درجه دوم خیلی خیلی زیادی دارن که وضعشون هم زیاده، مثلا سوء مدیریت در قسمت سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی، ولی هیچ کدوم از اونا رو نمیشه دست زد. از نظر تئوری راحت‌ترینش اینه که تحریم برطرف کنه. بذارید که در مورد همین بیشتر حرف بزنیم. آقای کالزاده، شما هم معتقدید که مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران تحریمه؟ ببینید، تحریم این دارای مسکنی میمونه که ما درد متوجه نمیشیم و هی اینو به تاخیر میندازیم. مسئله اینه که تو 15 سال گذشته هی هم بدتر شده، یعنی به جایی رسیده که الان دیگه سیستم کار نمیکنه و برای که سیستم کار بکنه میریم شورای عالی سران سه قوا تشکیل میدیم و اونجا میشه دعواهای انتخاب 96 رو ادامه بدن، مثلا فروش نفت میاره دولت، بعد مثلا قالیباف اون طرح هوا میکنه و میشه رقابتایی که، یعنی عملا این دستگاه اقتصادی یا ماشین موتور ماشین دولت بایستی خروجی داشته باشه، یعنی یک وقتی مشکل وجود میاد بتونه اون مشکل شناسایی کنه و براش راه حل داشته باشه و بتونه اون راه حل رو اجرا بکنه. شما این عملیات رو، این ایجنسی رو، این که اینو شما نمیبینید. این لازمش چیه؟ لازمش همکاری، هماهنگی و تعهده. شما این سه تا فاکتور رو در نظام خط مشگذاری، سیاست گذاری، یا به عبارتی بخوام بگم که نظام حکمرانی ما، تدبیر امور ما بد بوده،
تحریم‌ها بدترش کرده، کیفیتش از بین برده. حتی اگه ما بهترین نیروهای اقتصادی ما بیاریم به سر کار و همتی های قندی میگن مثلا بین سازمان برنامه و بانک مرکزی هم بیایم بگیم که خب بانک سازمان برنامه تو نیا سیاست افزایشی بذار برای اینکه بگی آره بازنشسته‌ها رو می‌خوام پول بدم، هی پول تزریق کن برای دولت، هزینه درست کن، بانک مرکزی هم از اون ور هی تلاش بکنه که هزینه‌های دولت کم بکنه، انرژی‌هاشون رو با هم دیگه بیاد همکار باشیم. هم حتی در بهترین نوع همکاری هم اگه ببینید باز به دلیل اینکه تعدد مرکز تصمیم‌گیری هست، باز به دلیل اینکه اساساً رئیس جمهور گوشش بدهکار به حرف کارشناسی نیست، خود رئیس جمهور رو توان اجرایی نداره، تمام این پروسه‌ای که سیاست داره شکل می‌گیره و ختمش داره شکل می‌گیره، سیاست معنای پالیسی، ما دچار یک بحرانی درش شدیم. و اگه تا مادامی که ولو که تحریم هم رفع بشه، بهترین نیروان بیان، تا این جمع‌بندی در نظام به وجود نیاد که ما نظام حکمرانیمون رو از امر سیاست جدا که خروجی پیدا کنه، بتونه برای بحران رو سولوشن پیدا کنه، نتونیم استایش بکنیم، اتفاق نخواهد افتاد برای کشور. آقای قندی، وقتی که در مورد مشکلات ارزی صحبت میکنیم، مشکلات اقتصادی صحبت میکنیم، خب دولت یه راه حلی داره، به نظرم نمیاد که تا حالا نتیجه داده باشه، ولی مراجع اصلی تصمیم گیری در ایران، مثلا نهاد رهبری، اینها میگن راهش اقتصاد مقاومتیه. جواب میدین؟ اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه شما 10% جی دی پی تون هر سال کم بشه، تولید ناخالصتون و مقاومت کنید. اقتصاد مقاومتی یعنی ببینید اقتصاد درست، اسمش میخواید بذارید مقاومتی یا هر چیز دیگه، اقتصاد درست اقتصاد درسته. اقتصادم هدفش اینه که مردم بتونن مصرف بیشتری داشته باشن، مردم بتونن تولید بیشتری بکنن، هر چی میخواید اسمش بذارید بذارید. ولی تو شرایط تحریمی که الان هستیم اصلاحات هم آسون نیست. تو شرایط تحریمی که الان هستیم ساختن اقتصاد، حالا هر چی اسمشو میخواید بذارید، آسون نیست. واقعیته شما تو شرایطی که با دنیا ارتباط نداشته باشید و مخصوصا تو شرایطی که کووید هست و اصلا ارتباطات رو، یعنی دو چیز ایران رو از ارتباط محروم میکنه، یکی کووید یکی تحریم، تو این شرایط ساختن اقتصاد سالم خیلی 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 سخته. و بنابراین اگه از من بپرسن بگم که آقا یه توصیه‌ای بکن دولت یه کاری بکنم، اصلا توصیه نمیکنم. اون مال یه وقتیه که یه ذره توی جاده صافی اقتصاد را بیفته. یعنی قطع امید کردین اصلا از این اقتصاد؟ متوجه نشدم، ببخشید. یعنی اینکه قطع امید کردید از اینکه اقتصاد ایران مسیر خودش رو پیدا بکنه؟ نه، اون چیزایی راه حل چیزای اولیش رو روشن بکنید. مثلا دولت حاضر نیست هزینه‌هاشو کم بکنه، دولت حاضر نیست از ارز 4200 تومانی که معلوم نیست کی میگیره دست برداره، دولت حاضر نیست که کالا و خدماتی که داره به مردم میده یه جوری اصلاح قیمت بکنه که معنیدار باشه این خدماتی که داره میده. چرا ما تو مسیر ونزوئلا داریم میریم؟ وقتی هیچ کدوم از اینا هیچ گوش بدهکاری نداره، اصلا این توصیه کردن معنی نداره خیلی. آیا کالزاده شما چی فکر میکنید؟ یعنی از اقتصاد با توجه به مجموعه مسائلی که مطرح کردید دست شستید، هیچ دستورالعملی کار نمیکنه اینجا؟ نه، شما اگر حالا آقای دکتر قندی و اقتصاددانن خیلی بهتر از من میدونن. ببینید ما آسیا میانه هم داشتیم سالهای دهه 70 تورمای 300% 200%، البته اون دوره تورمای بزرگ بوده، آرژانتین برزیل رو داشتیم. ما گام اولمون اینه که یک کسی مجموعه‌ای در کشور به این نتیجه برسه که با این روش و این شیوه به منزل مقصود نمیرسیم و رویه‌ها باید اصلاح بشه. اون وقت به جای اینکه بیان کلید پریزا رو عوض بکنن، دست به رینوویشن، بازسازی داخلی مجموعه حکمرانی بزنن. و مثلا شما بیانیه دوم، گام دوم آیت الله خامنه‌ای که میخونید، ایشون میگن که اقتصاد مسئله اصلی ما نیست، مهم هست ولی مسئله اصلی، ایشون روی مثلا فرهنگ و امنیت خیلی تاکید دارن، در حالی که هر جای کشوری شما دیگه ببینید مسئله اقتصاد، رشد اقتصادی، ایجاد رفاه اولویت اصلی حکومت. و خب اینجا چنین مسئله کمتر دیده میشه. تا مادامی هم که مسئله اصلی ما این نباشه که ما اقتصادمون کار بکنه، اقتصادمون نیازها رو تامین بکنه و به نیازهای جامعه پاسخ بده، دنبال اصلاح سازوکارهایی که چجوری کار میکنه و الزاماتش هم نخواهیم رفت. بنابراین بیان دیگه آقای قندی اینه که اول باید احتمالاً اون پیشفرضا رو بپذیریم در موردش. عبارت اگه بخوام خلاصه بگم، تا حالا سیاست اقتصاد خرج سیاست میداده، بعد یه روزی تصمیم بگیریم که یه دوره‌ای هم سیاست برای اقتصاد خرج کنه. بسیار بسیار ممنونم از هادی کالزاده، پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه براندیس در بوستون، و همینطور حجت قندی، استاد اقتصاد دانشگاه واندربیلت در نشویل ایالت تنسی. و
اما وزارت بهداشت ایران از جان باختن بیشتر از 250 نفر مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده که رکوردی بی سابقه در آمار رسمی روزانه است. همچنین گفته شده که در این مدت بیش از 3800 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده. با افزایش شیوع کرونا، انجمن داروسازان تهران از کمبود ماسک خبر داده. در همین حال عده زیادی از کادر درمان در شهرهای مختلف به این ویروس مبتلا شدند. فرین ناصمی گزارش می‌دهد. روز دوم اجباری شدن ماسک از جلوی در خانه در تهران. هنوز همه رعایت نمی کنند. خاطر اینکه دوست دارم ماسکم نمیزنم. نمیخوام. در هر صورت من دوست ندارم. نمیتونم تحمل کنم. بر طبق تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، افرادی که ماسک نزنند 50,000 تومان جریمه میشوند. هر کسی هم که به کرونا مبتلا باشد و از خانه خارج شود 200,000 تومان جریمه میشود. جریمه هایی هم برای راننده های تاکسی که خود ماسک نزنند یا مسافری را بدون ماسک سوار کنند در نظر گرفته شده. مغازه ها و کسب و کارهایی که افرادی را بدون ماسک راه بدهند هم جریمه می شوند و حتی اگر این کار ادامه داشته باشد محل کسب و کار پلمب خواهد شد. معاون وزارت بهداشت ایران هم از شناسایی عابران بدون ماسک با استفاده از دوربین های پلیس خبر داده. اما هزینه تهیه ماسک برای بسیاری از شهروندان سنگین است. خیلی ها گرانی ماسک را دلیل استفاده نکردن از آن می دانند. برای همین است که بعضی از پزشکان استفاده از شال یا ماسک تهیه شده در خانه با پارچه را توصیه می کند. خیلی ها هم دست به کار شدند و خودشان ماسک پارچه ای تهیه می کنند. همزمان رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفته تا هفته ی آینده تعداد زیادی ماسک پارچه ای قابل شستشو به بازار خواهد آمد که موجب کاهش هزینه خانواده ها می شود. محمد رضا دوری دبیر انجمن داروسازان تهران میگوید عملکرد دولت در تعیین قیمت ماسک موجب سردرگمی شده. به صورت قطره چکانی تعداد بسیار محدودی ماسک با قیمت مصوب یعنی 1300 تومان در داروخانه ها توزیع شده که کفاف میزان مصرف را نمیدهد. گفتند همه ماسکا به این قیمت فروخته شود در حالی که کیفیت بعضی متفاوت است. در هفته‌های گذشته عده زیادی از پرستاران و کادر درمانی به کرونا مبتلا شدند. سیستم ایمنی بدن همکارا همه پایین اومده، ضعیف شده. روزهای اول شروع کرونا حالا مثلا ماهی یک نفر رو مثلا ما مبتلا داشتیم، ماهی دو نفر رو مبتلا داشتیم، ولی الان در حال حاضر آمار ابتلای همکار ما در روز حداقل 5 نفر، 6 نفر از کادر دارن مثبت میشن. حجم بالای بیماران مبتلا به کرونا از یک طرف، نبود تخت‌های آی‌سی‌یو برای بیماران بدحال و کمبود کادر درمان به دلیل ابتلا به کرونا وضعیت را در تهران و شهرهای دیگر وخیم کرده. در این ویدیو یک پرستار در تهران از ابتلای تعداد زیادی از همکارانش به کرونا میگوید. وضعیت واقعا وحشتناکه، یعنی من الان دقیقاً 36 ساعته که شیفتم. متاسفانه ویروس کرونا چیزی که من دارم می‌بینم خیلی بیشتر از قبل جوونا رو درگیر کرده، حتی بدون اینکه مشکل زمینه‌ای داشته باشن. و یک مصیبتی هم که هست اینه که ما تعداد خیلی زیادی از همکار خودمون هم درگیر شدن و الان ما محدودیت تعداد پرسنل داریم. یعنی ما دیشب توی آی سی یو کرونا با 12 تخت مریض بدحال و این توبه فقط 2 نفر بودیم. این هم تصویری است که از تشییع پیکر یک پرستار بیمارستان بوعلی قزوین به دست ما رسیده. او 2 روز پیش بر اثر کرونا جانش را از دست داد. در 24 ساعت گذشته رکورد رسمی فوت روزانه کرونا در ایران شکسته شد. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده که در این مدت 251 نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. هیچ کدام از کشورهای مدعی دموکراسی را نمیشناسید در طول این سالها که اپیدمی رو فقط با خواهش و تمنا جمع کرده باشن. وزیر بهداشت میگوید نباید از شیوه های پلیسی برای اعمال خشونت استفاده شود. اما با توجه به اینکه در 27 استان ایران وضعیت شیوع کرونا قرمز است، به نظر میرسد که باید از شیوه های سختگیرانه تری برای کنترل کرونا استفاده کرد. فرین عاصمی، بی بی سی. دکتر یاسر قرشی پزشک عمومی از تورنتو کانادا با ما هستند. آقای دکتر قرشی، الان بحث اصلی و اساسی در ایران اینه که ماسک زدن در همه جا تقریبا، حتی در فضاهای سرباز هم اجباری بشه، در خیابان هم. کمتر جایی چنین اقدامی کرده تا این حد. چقدر کمک کننده است؟
عرضم به حضور شما که فعلا تنها اقدامی که میدونیم میتونه مؤثر باشه همین استفاده از ماسک. بنابراین بهترین کاری که میشه کرد همین اجباری کردن استفاده از ماسک و فکر میکنم تنها راهی که الان بتونیم کنترل بکنیم بیماری رو یکی همین استفاده از ماسک و یکی هم تعطیلی کامل شهر. وقتی نگاه میکنیم به آمار مرگ و میر در ایران، رکوردهای قبلی رو هم شکسته، حتی بیشتر از موج اول، در حالی که در خیلی از کشورها موج دومی که اتفاق افتاده تلفات پایین تر بوده، مرگ و میر پایین تر بوده، چرا در ایران چنین پدیده ای دیده میشه؟ عرضم به حضور شما که یک علت خیلی مهم به این حالت فرسودگی کادر درمانه. متاسفانه کادر درمان فوق العاده خسته هستند، فوق العاده فرسوده شدن. فرسودگی و خستگی اون اصل اساسی که یک پزشک و یک پرستار لازم داره برای مراقبت از بیمارش رو که دقت و قضاوت خوب هست رو میگیره. پزشکی که خسته شده، فرسوده شده، پرستاری که فرسوده شده نمیتونه اون مراقبت لازم رو به اندازه روزهای اول از بیماران داشته باشه. الان متاسفانه میبینیم که گاهی اوقات شیفت های بالای 36 ساعت 48 ساعت خیلی عادی شده. همکارای رزیدنت ما مجبورن گاهی اوقات 48 ساعت بیدار بمونن توی بیمارستان. خب همکاری که به این وضع هست و استراحت نداره، سیستم ایمنیش ما چطور انتظار داریم که دووم بیاره، خودش مریض نشه یا اینکه بتونه قضاوت درستی داشته باشه برای مراقبت از بیمار؟ سیاست‌گذاری در خیلی از کشورها این بوده که فشار رو از کادر درمانی دور بکنن، به خاطر اینکه حتی در جهان پیشرفته ممکن بوده که سیستم درمانی دوام نیاره زیر چنین فشاری. در شرایط فعلی ایران چه کار میشه کرد؟ واقعا خیلی سخته گفتنش. بهترین کاری که میشه کرد اینه که سیستم همراه باشه با کادر درمان. متاسفانه سیاست‌های مشخصی نیست، هر روز یک دستورالعمل میاد، حفاظت از کادر درمان نداریم، وسایل حفاظتی بهشون داده نمیشه. به عنوان مثال اینترن‌ها و دانشجوی پزشکی متاسفانه هیچ وسیله محافظتی بهشون داده نمیشه. بار سیستم روی رزیدنت هاست، در صورتی که در کشورهای دیگه رزیدنت فقط بیاد میگیره و کمک میکنه به درمان، نه اینکه بار سیستم روی دوشش باشه. متاسفانه در کشور ما وزارت بهداشت هر کاری میکنه تا با هزینه پایین تر بتونه امورات رو بگذرونه، غافل از اینکه در دراز مدت این هزینه بیشتری رو بر سیستم تحمیل میکنه. وقتی نگاه میکنیم به سیستم درمان در ایران، گفته میشه که در اون منطقه یکی از کشورهایی است که بهتر جایگاهش نسبت به خیلی از کشورها، ولی وقتی شرایط رو میبینیم، وقتی این فشارها رو میبینیم، وقتی این کاستیها رو میبینیم، میشه گفت که این سیستم درمانی ممکنه کار بکنه؟ ببینید، سیستم درمان ایران قطعا از بسیاری از کشورهای منطقه بهتره، ولی این به واسطه مدیریت مناسب در واقع بهداشتی یا مدیریت خوب دولت نیست. این به خاطر تبحر و فداکاریه که کادر درمان، پزشکا، پرستارا و سایر عوامل درگیر در مسئله درمان دارن. خیلی از جاها وقتی که کادر درمان اون لوازم مورد نیازشون رو ندارن برای حمایت از بیمار یا برای رسیدگی از بیمار، به راحتی اون کار رو انجام نمیدن. ولی ما میبینیم که در ایران همکارای ما علی‌رغم همه فشاری که روشون هست ولی باز دارن به کارشون ادامه میدن. همین باعث میشه خب وضعیت یه مقداری بهتر باشه، ولی خب میگم این همش در واقع فداکاری شخصی کادر درمان هست نه سیستم. ما الان بیش از 260 نفر از همکاران کادر درمانمون بر اثر کرونا متاسفانه فوت شدن. این آمار خیلی بالاییه. متاسفانه نمیبینیم که سیستم تلاشی بکنه برای بهبود این وضعیت. ما همکارایی داشتیم الان یک بار مبتلا به کرونا شدن، بهبود پیدا کردن، مجددا بعد از یک ماه دو ماه دوباره مبتلا شدن. این نشون میده که حالا
یا ویروس جهش پیدا کرده یا شرایط به قدری بد شده که لود ویروس بالا رفته و شخصی که قبلا گرفته و ما انتظار داشتیم که بتونه ایمن باشه مجددا دچار این بیماری شده. بنابراین تنها کاری که الان میشه کرد اینه که سیستم بیاد در واقع چتر حمایتی خودش رو برای کادر درمان گسترده تر بکنه. میگن بالاتر از سیاهی رنگی نیست. 250 کشته در شبانه روز گذشته در ایران رکوردی است بسیار نگران کننده. اگه این اتفاق ها نیفته ممکنه که وضعیت از این بدتر هم بشه؟ قابل تصور هست؟ بله قطعا وضعیت ممکنه از این بدتر بشه، به خاطر اینکه ما الان تمام تخت های آی سی مون پر هست، دستگاه ونتیلاتور نداشتیم، گزارش هایی هست مبنی بر اینکه سیستم های اکسیژن ساز بیمارستان ها دیگه کشش ندارن، سیستم ها قدیمی هستن، مریض های زیادی نیاز به اکسیژن دارن، برای همین سیستم های اکسیژن ساز از کار افتادن. اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه متاسفانه روزهای آینده روزهای سیاه تری رو خواهیم داشت. سپاسگزارم از دکتر یاسر قرشی، پزشک عمومی از تورنتو کانادا با ما. امروز در تاجیکستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. 5 نفر از رهبران احزاب سیاسی تاجیکستان در این انتخابات نامزد شدند، از جمله امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که تنها حزب مخالف دولت در داخل کشور است انتخابات را تحریم کرده. سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد. ساعت 6 صبح با وقت محلی رایگیری در 68 حوزه و 3375 مرکز در سراسر تاجیکستان شروع شد. با گفته کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان، نزدیک 5 میلیون واجد شرایط رای در کشور ثبت نام شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی و رهبر حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان یکی از 5 نامزدی انتخابات امروزی ریاست جمهوری است. او برنده 4 انتخابات گذشته ریاست جمهوری تاجیکستان است و از سال 1992 قدرت را در دست دارد. آقای رحمان در یک مرکز رایگیری در نزدیکی خانه‌اش در شهر دوشنبه رای داد. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی تاجیکستان هم قبل از پدرش در اینجا رأی خود را به صندوق انداخت. و جز از امام‌علی رحمان، رؤسای احزاب کمونیست، سوسیالیست، کشاورزی و اصلاحات اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان نامزد شدند. آنها میگویند که با پیشنهاد هم حزبی هایشان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند. اما کارشناسان دلیل حضور این نامزدها را در کنار امام علی رحمان دموکراتیک جلوه دادن انتخابات می دانند. عدم حضور مخالفین و اتخاذ تدابیر بهداشتی دو تفاوت عمده انتخابات امروز تاجیکستان است. در همه حوزه ها و مراکز رای گیری افراد قبل از ورود دست های خود را ضد عفونی می کنند، تب آنها سنجیده می شود و افرادی که ماسک ندارند به آنها ماسک داده می شود و سپس آنها وارد مرکز رای گیری می شوند. انتخابات امروز اولین انتخابات ریاست جمهوری از زمان ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان در 5 سال پیش است. حزب سوسیال دموکرات، حزب دیگری مخالف دولت که در داخل تاجیکستان رسما فعالیت دارد، انتخابات را تحریم کرده. 4 نامزد دیگر قبلا قاعده های بازی را پذیرفتند و بعضی منفعت ها دارند یا اقلا نمی خواهند که آنچی را که دارند در رابطه با مناسبت با دولت از دست ندهند. بنابراین احساس نشد که رقابت سیاسی باشد و برخورد منفعت های نامزد ها، و من گمان نمی کنم که بعد از برگزاری چنین انتخابات ها تحولات های اجتماعی و سیاسی، اصلاحات اقتصادی و سطح و صفت زندگی شهروندان بهتر شده، دیگرگونی های جدی را هموطنان من احساس نمایند. از طرف دیگر برخی رای دهندگان کمفعالیتی نامزدهای انتخاباتی را دلیل اصلی کمرونقی انتخابات می دانند. اگر نامزدها بیشتر فعال باشند قبل از انتخابات، این میتواند یک انگیزه خوب باشد برای مردم تا که بیان با انتخابات و رایشون یعنی که بگذارند. اما اگر نامزدها که چندان چی نباشند، فعال نباشند قبل از انتخابات، تا
طبیعی است که انتخابات هم کمرنگ تر میشن. اما مسئولان مرکزهای رای گیری از میزان مشارکت مردم در انتخابات راضی به نظر میرسند. من ساعت 11:30 دقیقه مردم بسیار فعالانه شرکت ورزیده ایستادند و 964 نفر از شماره عمومی آواز دهندگان علاکه رای خود را دادند. در کنار ناظران محلی نزدیک 160 ناظر خارجی از اتحاد کشورهای مستقل همسود و همراه ناظران سازمان همکاری های شانگهای و برخی کشورهای خارجی در جریان انتخابات نظارت کردند. دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا تنها 7 ناظر به انتخابات تاجیکستان اعزام کرده. کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان گفته که نتایج مقدماتی انتخابات را روز دوشنبه 12 اکتبر اعلام خواهد کرد. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. دولت یونان تصمیم گرفته دو اردوگاه مستقل پناهجویان را در جزیره لسبوس تعطیل کند و ساکنان آن را به اردوگاه موریا بفرستد. این اردوگاه که به تراکم جمعیت و شرایط بد بهداشتی شهرت داشت، ماه پیش در آتش سوخت و 13,000 نفر آواره شدند. یونان به تازگی اردوگاه دیگری در موریا برپا کرده. دو اردوگاهی که در این جزیره در آستانه تعطیلی‌اند، میزبان آسیب‌پذیرترین پناهجویان هستند. دو همجنسگرای فارسی زبان این اردوگاه به پرهام قبادی گفتند که فکر بازگشت به موریا وحشت به جانشان انداخته. جانم در خطر انداختم، اومدم اینجا به این کشور پناه بردم. موریا اصلا برای من امن نیست، برای LGBT امن نیست. اینجا بارها تجاوز شدم، بارها گوشیمو گرفتن. تحقیر میکنم، یعنی بری به پلیس بگی حتما سرت از بدنت جدا میکنی، فوشم بدن. یوسف همجنسگرای ایرانی افغان گرفتار در جزیره لسبوس یونان و این اتاقی که پس از ماه‌ها سختی در آن به آرامش رسیده. گرایش های جنسیش را که میگوید حکومت و جامعه مذهبی ایران سرکوب کرده به تصویر کشیده. من به خاطر حفظ جانم پدرم رو ترک کردم، وطنم رو ترک کردم، رفتم ترکیه. ترکیه هم شباهت زیادی به ایران داشت. قضاوت هایی که داخل ایران بود، نگاه هایی که داخل ایران بود، توهین هایی که داخل ایران بود، همه داخل ترکیه هم بود. از ترکیه فرار کرد اومدیم یونان، بعد ما را آوردن به جهنم موریا. بعد از 8 ماه زندگی در اردوگاه بدنام موریا که اخیراً آتش گرفت و کاملاً سوخت، 1 ماه است به اینجا منتقل شده، اردوگاه پیکپا، که میگوید هدفش این است که با پناهجویان با کرامت انسانی رفتار کند. اردوگاهی برای آسیب پذیرترین پناهجویان که یک نهاد بشر دوستانه آن را اداره می کند و نه دولت یونان. 100 نفر ساکنش افرادی هستند با بیماری های خاص، کودکان بی سرپرست، قربانیان شکنجه و تجاوز و LGBT یا همان اقلیت های جنسی مانند یوسف. اما هنوز نرسیده خبر آمده که یونان تصمیم گرفته 2 اردوگاه مستقل پناهجویان را در جزیره لسبوس تعطیل کند، اردوگاه کاراتپه را تا پایان سال میلادی و اردوگاه پیکپا که یوسف در آن مستقر است را تا پایان این ماه میلادی، و همه ساکنانش را به موریای جدید بفرستد. حتی فکر بازگشت به موریا در جان یوسف وحشت انداخته. شرایط اینجا برای LGBT خیلی سخته، خیلی وحشتناکه. موریا جهنم دومه برای مهاجرا، برای LGBT ها. موریا اصلا امنیت نداره. یوسف تنها کسی نیست که فکر برگشت به موریا برایش به کابوسی بدل شده. یک پناهجوی همجنسگرای ایرانی دیگر که نخواست هویتش فاش شود میگوید موریای جدید از قبلی هم بدتر است. والا هیچ امید آینده‌ای نمیبینم تو اون کمپ جدید که از موریای قبل هم بدتره. اونجا حداقل اگر یه حمامی بود که آبش هم همیشه سرد بود، اینجا دیگه همون هم نیست. مردم الان مجبورن به خاطر حمام گرفتن برن دریا، که خیلی ناجوره، خیلی وحشتناکه. زنا، بچه های کوچیک، حتی یک مورد دیروز 2 تا بچه نزدیک بود غرق بشن که مردم نجاتشون میدن.
موریا کمپی بود که ظرفیت 1800 پناهجو را داشت، اما 13000 نفر در آن اسکان داشتند. اردوگاهی که پناهجویان به آن جهنم موریا میگویند، آخر طعمه آتش شد. بعد از چند هفته آوارگی، یونان موریای تازه‌ای برای ساکنانش برپا کرد. با امکانات کمتر و شرایط بهداشتی بدتر. با اولین باران پاییزی 80 چادر از بین رفت. از یکی از کارکنان اردوگاه پیکپا دلیل اقدام یونان برای تعطیل کردن کمپشان را پرسیدم. نمونه های مثل اردوگاه ما که با احترام از پناهجویان میزبانی میکنه و از ورود اونها به جامعه استقبال میکنه برای یونان و اروپا اسباب زحمت شده و نمونه های اینطوری باید ناپدید بشه، چون نشون میده در اروپا همبستگی امکان پذیره و ارتباط و پذیرش امکان داره، چون نشون میده امکان داره و ضروریه که با عزت و احترام میزبان مردم بود و ظاهرا این چیزی نیست که اروپا این روزها میخواد. خانم دوپون میگوید موریا برای ایجاد وحشت است تا پناهجویان به اروپا نیایند. در سالهای گذشته شاهد این بودیم که اروپا میخواد یه سیستم بازدارنده ایجاد کنه. ظاهرا هدف اینه که اگر شرایط رو به اندازه کافی برای پناهجویان وحشتناک کنی، مردم در نهایت دیگه نمیان اروپا. بسیاری از پناهجویان به امید زندگی بهتر دل به دریا زدند و خود را به اروپا رساندند. اما رفتار دولت یونان در جزیره لسبوس آب پاکی را روی دست بسیاری از پناهجویان می‌ریزد. ما فکر می‌کردیم اینجا برابری باشه، فکر می‌کردیم حقوق بشر باشه. فکر می‌کردیم واقعاً خیلی چیزای بهتری ببینیم، برخوردهای بهتری ببینیم، رفتار محترمانه‌تری ببینیم. یکم به شخصیت ما، به خود ما، به فرهنگ ما یه خورده احترام بذارن. اگر احترامم نمیذارن، بی احترامی نکنن. جوری شرایطی به وجود نیارن که کمتر از حد یک انسان واقعی باشه. همین شرایطی که الان موریا داره واقعا شرایطی نیست که یک انسان واقعا بتونه توش زندگی کنه و دوام بیاره. به طور حتی چند روز. واقعا خطرناکه و غیر ممکن. یوسف به تازگی گیاه در باغچه جلوی اتاقش کاشته بود تا دوران بلا تکلیفی را تحمل پذیرتر کند. بذر امیدی که جوانه نزد. نزدیک یک سال شده من اینجا بلا تکلیف موندم داخل موریا. روز به روز تحقیر میشم، چندین بار تجاوز شده بهم، روانی شدم، شبا نمیتونم بخوابم اینجا، نمیتونم برم صف غذا، میترسم از ترسم، نمیتونم برم غذا بگیرم از صف غذای اینجا، نمیدونم چیکار کنم. ترسهای کسی که خواسته زیادی ندارد. من فقط آرامش میخوام، اومدم اینجا به آرامش برسم، به جای امن باشه که از من محافظت کنم، همینو میخوام فقط. پرهام قبادی، بی بی سی. بزرگترین و معتبرترین مؤسسات تحقیقاتی دنیا بیش از 20 پژوهش در مورد تریاک را کنار هم گذاشتند و به این نتیجه رسیدند که تریاک منجر به 3 نوع سرطان میشود. این خبر برای ایرانیان که طبق آمار رسمی بیش از 40% تریاک دنیا را مصرف میکنند اهمیت ویژه‌ای دارد. نازنین معتمدی نگاهی کرده به نتایج این تحقیق که در مجله لنست چاپ شده. نتیجه تحقیقات جدید کوتاه و تکان دهنده. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که مصرف تریاک منجر به سرطان مثانه، سرطان حنجره و سرطان ریه میشه. همینطور احتمال ابتلا به سرطان‌های مری، معده و لوزالمعده رو هم بیشتر می‌کنه. این خبر باید نشئگی رو از سر مصرف کنندگان تریاک بپرونه که تعدادشون در ایران کم هم نیست. 40% تریاکی که در کل دنیا تولید میشه در ایران مصرف میشه. 40%. تریاک سوخته و شیره از چند طریق ممکن ایجاد سرطان بکنند. اولا بعد از حرارت دیدن و سوختن ترکیبات عالی شیمیایی تولید می کنند که باعث جهش سلولی میشه و سرطان زا هستند. دوما موادی که قاچاقچیان برای سنگین تر کردن تریاک بهش اضافه می کنند که شایع ترینش سربه، اونا هم خودشون سرطان زا هستند. مثلا در مورد سرطان مثانه، تریاک دریچه مثانه رو منقبض میکنه و خروج ادرار رو کندتر میکنه. بنابراین مواد سرطانزای تریاک مدت زمان طولانی تری در مثانه میمونن و این باعث بروز سرطان میشه.
این نتایج تحقیقاتیه که دانشمندان و پزشکان جهان چند ده سالیه که دارن روش مطالعه میکنند. و چون ایران بزرگترین مصرف کننده تریاک در دنیاست، بیشتر این تحقیقات در این کشور انجام شده بود. چند مطالعه از سال 1353 زیر نظر سازمان بهداشت جهانی در ایران شروع شده بود. یک تحقیق در شیراز که در همون مراحل ابتدایی هم نشون داده بود که تریاک احتمال بروز سرطان مثانه رو در مردان شدیداً بالا میبره و یه تحقیق دیگه در شمال ایران که نشون داده بود تریاک احتمال ابتلا به سرطان مری رو زیادتر میکنه. اما انقلاب 57 نقطه پایانی بود بر این تحقیقات. 17 سال قبل دوباره یکی از بزرگترین پروژه‌های تحقیقاتی سرطانی در ایران رقم خورد. این مطالعه روی 50,000 نفر در استان گلستان انجام شد. این تحقیق با همکاری دانشمندان تراز اول از دانشگاه تهران، سازمان بهداشت جهانی، مؤسسه ملی تحقیقات آمریکا و دانشگاه کمبریج انجام شد. محققان این 50,000 شرکت کننده رو در طول سالیان مختلف مصرف تریاک، سیگار و تغذیهشون رو بررسی کردن و ازشون نمونه خون، ادرار، ناخون و مو گرفتند و در نهایت این به یکی از مؤثرترین تحقیقات در سرطان‌زا بودن مصرف تریاک منجر شد. بعضی ها میگن تفریحی دود میکنیم، بعضی ها میگن تریاک مسکن دردشونه. با هر منطق یا بهانه‌ای نتیجهش میتونه بیمارستان، شیمی درمانی و تمام گیر و گرفتاری های سرطان باشه. نازنین معتمدی، BBC. دکتر فرین کمانگر مهمان برنامه ما هستند. دکتر کمانگر استاد دانشگاه مورگان در بالتیمور هستند و در نشست اخیر سازمان بهداشت جهانی ریاست بخش مطالعات انسانی نقش تریاک در سرطان رو بر عهده داشتن. آی دکتر کمانگر، اول می‌خواستم اینو ازتون بپرسم که خیلی‌ها میگن ما افرادی رو می‌شناسیم که سال‌ها تریاک مصرف می‌کنن ولی هیچیشون هم نیست. چطور میشه اینو توضیح داد؟ با سلام خدمت شما و بینندگانتون. مسئله احتمالات هستش. تریاک احتمال بسیار از چندین سرطان رو 3 برابر زیاد میکنه، ولی احتمال بیشتر به این معنی نیست که همه سرطان میگیرن. یک مثال روشن‌تری رو خدمتتون بگم. ما هممون میدونیم که اگر شخصی الکل زیادی مصرف کرده باشه و مواد مصرف کرده باشه، احتمال تصادفش خیلی میره بالا. ولی ما ممکنه ببینیم کسی رو که الکل زیادی مصرف کرده کاملا مسته و سالم برسه به خونه و کسی هم که اصلا مست نیست یک بار تصادف بکنه. این معنیش این نیست که مست کردن ایجاد تصادف نمیکنه. میکنه. احتمال رو چندین برابر بیشتر میکنه. تریاک هم همینطوره. همینطوری که من خدمتتون میخوام عرض بکنم، 3 برابر احتمال چندین سرطان رو بیشتر میکنه و باز کسایی هستن که ممکنه تریاک نکشن و سرطان بگیرن و کسایی هستن که تریاک میشن و سرطان نمیگیرن، ولی احتمال رو قطعا خیلی بیشتر میکنه. نوع مصرف فرقی ایجاد میکنه. میدونیم که بعضی ها دود میکنن، بعضی ها به اشکال دیگه اون رو مصرف میکنن. متاسفانه هم دود کردن تریاک، تدخینش، و هم خوردن تریاک ایجاد سرطان میکنه. مطالعات بسیار زیادی انجام شده و اونهایی که اومدن به تفکیک بررسی کردن دود کردن سیگار و خوردنش رو، نشون دادن که هر دو روش ایجاد سرطان میکنه. مشتقات دیگه تریاک مثل هروئین یا مورفین، اینها چه؟ هروئین و مورفین در مطالعات انسانی خیلی بررسی نشده، ولی خب هروئین اینقدر عوارض زیاد داره روی سلامت که اصلا عوارض زودرس و خیلی خیلی ناگواری داره که اصلا سیگارش این که ایجاد سرطان در طول 20 سال میکنه اهمیت خیلی کمتری داره. ولی مشتقات دیگه تریاک مثل شیره و سوخته بررسی شده و هم تریاک به صورت خام، هم شیره، هم سوخته، اینا ایجاد سرطان میکنن. بعضی از تریاک به عنوان مسکن استفاده میکنن در جاهایی که رسم هست، حتی در اون موارد چه؟ آیا خطر همچنان جدیه؟ خطر به هر حال هست.
یعنی شما وقتی که سالها تریاک، کسی سالها تریاک مصرف بکنه، این تریاک با مکانیزم‌های مختلفی که تو همین فیلمی که شما الان پخش کردید نشون داد میتونه ایجاد سرطان بکنه، چه برای تسکین درد باشه چه به هر دلیل دیگه. گفته میشه که اگر کسی تریاک استفاده میکنه معتاد هست حتی، ولی تغذیه سالمی داشته باشه، ممکنه که با بعضی از این عوارض مواجه نشه. تحقیقات شما چقدر این رو ثابت میکنه؟ عرضم به حضورتون که این درست نیست. این فقط تحقیقات من نیست، هم من ریاست بخش مطالعات انسانی جلسه ای رو که سازمان بهداشت جهانی اخیراً داشت بر عهده داشتم، ولی این مطالعاتی که ما بهش نگاه کردیم مطالعاتی است که از قبل از اینکه من به دنیا بیام شروع شده. شاید 26 مطالعه انسانی وجود داشت که در طول 50 سال انجام شده. کار بسیار زیادی. من بازم میخوام تاکید کنم 50 سال روی شاید حدود 100 هزار نفر مطالعه شده. و این وقتی این مطالعات اومدن به تفکیک بررسی کردن، دیدن در افراد فقیر ایجاد سرطان میکنه و در افراد غنی ایجاد سرطان میکنه. در کسایی که سیگار میکشن ایجاد سرطان میکنه و در کسایی که سیگار نمیکشن ایجاد سرطان میکنه. در زنها و در مردها، در اونایی تغذیه خوب داشتن و در اونایی تغذیه مناسب نداشتن، در روستایی و در شهری. بنابراین این قضیه درست نیست که اگر غذا خوب باشه تریاک ایجاد سرطان نمیکنه. در حالت ترک چه اتفاقی میفته؟ آیا خسارت هایی که استفاده از تریاک میزنه پایدار هست؟ مسلماً ترک کردن سیگار، ترک کردن تریاک بهتر از ترک نکردنش. و به گرچه کسایی که به فرض بفرمایید اگر من 15 سال تریاک کشیده باشم و امروز ترکش کنم، میتونه بسیار هنوز مفید باشه. چرا؟ چون که اولاً به مقدار تریاکی که من در عمرم میکشم اضافه نمیشه، هر چقدر مصرف طولانی تر و بیشتر بشه خطر سرطان میره بالا، و بعد از سالهای سال عدم مصرف اصلا اون خطر هم خودش به تدریج کاهش پیدا میکنه. بنابراین اگر کسی هست هنوز شروع نکرده، خواهش میکنم شروع نکنید. اگر مصرف میکنید و میتونید بذارید کنار، بذارید کنار. ولی خب در مواردی هم هست که خواهمان قابل درکی که به این آسونی نیست کنار گذاشتنش. بسیار ممنونم از دکتر فرین کمانگر، استاد دانشگاه مورگان در بالتیمور. رافائل نادال تنیسباز اسپانیایی با پیروزی قاطع بر جوکوویچ در اوپن فرانسه قهرمان شد. این 13 قهرمانی او در این مسابقات است. نادال با این پیروزی 20 گرند اسلم خود رو برده و از نظر تعداد جام‌های جایزه بزرگ با راجر فدرر برابر شده. پوریا جعفری گزارش. پاریس، شهر عشاق، یک روز زیبای پاییزی، رولان گاروس نونوار شده با سقف جدید. حیف که کرونا نگذاشت مثل همیشه استادیوم پر باشه. فینالی بی‌نقص برای برگزار کننده ها، بخت اول و دوم در دو سوی تور. نوواک جوکوویچ شماره یک جهان جلوی رافا نادال شماره دو، هر دو در پی نزدیک شدن به رکورد تعداد قهرمانی. خیلی ها انتظار یک مسابقه نزدیک را می کشیدن، ولی در همون دقیقه اولیه معلوم شد که نادال برای بردن جدی تر از حریف است. شاید تا به حال هیچ کس جوکوویچ سرب را تا این اندازه دست و پا بسته ندیده بود. ست اول با نتیجه غیر منتظره 6-0 به سود نادال تمام شد. انگار جوکوویچ هم قبول کرده بود که روی خاک رس کسی رقیب نادال نمی شود. داستان ست دوم هم مشابه بود. هیچ ترفندی جلودار نادال نبود و این یکی را هم 6-2 برد. در ست سوم بازی کمی نزدیک شد، ولی کار از کار گذشته بود. بازگشت نسبی جوکوویچ فایده ای نداشت. این بار هم نادال برنده شد. 7-5 تا برای 13 بار قهرمان تنیس اوپن فرانسه شود. اتفاقی که تا به حال نیفتاده و شاید تا 100 سال دیگر هم تکرار نشود. اسطوره معاصر حالا به اندازه رقیب مسن‌ترش راجر فدرر از سوئیس تورنمنت های اصلی را برده با 20 قهرمانی.
سال 2020 را خیلی ها در دنیای ورزش با کرونا به یاد خواهند آورد. در این حال سالی است که افسانه رافا نادال در تنیس جاودانه شد. پوریا جعفری، بی بی سی. کمتر از یک روز بعد از رژه چشمگیر ارتش کره شمالی، کره جنوبی از همسایه شمالیش خواسته کاری نکند که بین دو کشور جنگ شود. دیروز رژه نظامی پیونگیانگ به مناسبت 72 سالگرد تأسیس حزب حاکم برخلاف معمول شب هنگام برگزار شد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. تصاویر تلویزیون کره شمالی. معلوم نیست که چرا رژه دیروز به مناسبت 75 سالگرد تأسیس حزب کارگران در پیونگیانگ شب هنگام برگزار شد. آنچه که روشن است این است که از هیچ مهمان خارجی برای تماشای این رژه دعوت نشد، خبرنگاران رسانه‌های خارجی حضور نداشتند و به سفیران و دیپلمات‌های کشورهای خارجی هشدار داده شده بود به اینجا میدان کیم ایل سونگ نزدیک نشوند و عکس هم نگیرند. در آن طرف مرز در سئول، پایتخت کره جنوبی، مردم با نگرانی به این رژه تماشا کردند. رژه‌ای که کره جنوبی آن را افزایش تهدید از سوی کره شمالی تلقی کرد. کره جنوبی حالا از همسایه شمالیش خواسته که کاری نکند که جنگ در بگیرد. به نظر من رژه تو این شرایط همگیری کرونا که همه یه جا جمع میشن فقط برای خودنماییه، یه کار افراطی، فقط برای نشون دادن قدرت نظامیش به دنیا. در میان جمعیت اثری از ماسک نیست. کره شمالی ادعا میکند که هیچ کس در این کشور به کووید 19 مبتلا نشده، اگرچه این کشور همچنان مرزهایش را از ماه ژانویه به این طرف به روی جهان خارج بسته است. وسعت انواع ادوات نظامی جدید از تانک‌های جدید گرفته تا موشک‌های بالستیک جدید در این رژه چشمگیر بود. به خصوص این موشک که هیچکس هنوز نام آن را نمی‌داند. یک موشک غول‌پیکر بالستیک قاره‌پیما که گفته می‌شود ممکن است دارای چند کلاهک باشد. موشکی که بر روی تریلی با 22 چرخ هم می شود و قطرش تا حدود 3 متر تخمین زده شده. خطری جدی برای آمریکا، به خصوص در آستانه انتخابات که رئیس جمهورش ادعا می کند تهدید از جانب کره شمالی را برطرف کرده است. کره شمالی از هیچ خرجی برای برگزاری این رژه دریغ نکرد. اینجا سربازان با تفنگ‌های جدید، همه اینها در شرایطی که کشور در بحران اقتصادی بزرگی است، از جمله به علت تحریم‌های آمریکا. کیم جونگ اون در سخنانش کسی را تهدید نکرد و گفت امیدوار است روزی کره شمالی و کره جنوبی دست در دست هم بیاندازند. او گفت توان نظامی کشور برای دفاع از کشور است. او اینجا از مشکلاتی که برای وضع اقتصادی مردم پیش آمده عذرخواهی کرد و از آنها و نیروهای نظامی تشکر کرد، به خصوص برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و نجات سیل زدگان اخیر. سخنانی که چند قطره اشک هم به چشمانش آورد و به چشمان طرفداران سرسختش که او برایشان آرزوی سلامت کرد با شعار زنده باد مردم در آخر سخنانش. کسرا نجی، بی بی سی. ممنون که 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.